محمد زمان آموزگار نام دارد. بیش از 17 سال می شود که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار می کند. می گوید که از بهر دفاع از حقوق زنان و کودکان دوبار افراد مسلح ناشناس در بخش های از حوزه ششم بر وی حمله کردند. ارتباط مستقیم با کار ما و ایستادگی ما در برابر تخطی ها و نقض حقوق بشر و همچنین فعالیت های ما در عرصه حقوق بشر، دفاع و حمایت از حقوق کودکان، حقوق زنان و سایر ارزش های حقوق بشر هستند. به اول لحاظ هست که ما از مسئولین امنیتی، از مسئولین محترم امنیتی تقاضای ما است که به این موضوع توجه جدی صورت بگیرند تا امنیت ما و همکارای ما و سایر فعالین حقوق بشر، مدافعین حقوق بشر بیشتر تامین شود. از سوی دیگر شماره از باشندگان حوزه ششم شهر کابل مسئولین حوزه ششم امنیتی را به ناتوانی در کار مبارزه با جرم های جنایی متهم می سازند. طبعا جای نگرانی هست، در صورتی که توجه جدی توسط نهادهای مسئول و زیربط و خصوصا نهادهای امنیتی در زمینه صورت نگیره، کسانی که فعالین حقوق بشر یک مانع فرارای کارهای غیرقانونیشان هستند به بسیار راحتی میتونن فعالین حقوق بشر از راه خود بردارن. موبایلت میگیره، پیسایت میگیره، یک چاقو میزنید دیگه. شام که شد صاحب همیش بجه شد که شد دو زیر صدا میکنن که با خبر صاحب خانه خو بیچاره ترس از بام صدا میکنن. والا اگر بانند کیسه کد نانت صحیح بخوری. اگر توجه صورت نگیره این جنایات تا که کم شوه زیاد شده میره، بخاطر که مردم هم از پلیس و امنیت یا فاصله میگیرن بخاطر بیکفایتی از اینا. وقتی که مراجعه کنی کس تو را نمیپذیرن، نمیگه که این متضرر شده. افزایش جرم های جنایی در شهر کابل در کنار همگیری ویروس کرونا و حمله های عرص افغانانه به نگرانی های مردم کابل افزوده است. وزارت امور داخله نمیخواهد در این باره چیزی بگوید.